با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با بخش خبری نور در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق روال روزهای گذشته نخست سرخط خبرها. رامین حسین پناهی در آستانه اعدام. صدور حکم تبرئه برای حزب اسلام ستیز هلند. نقش بارز مسلمانان در جامعه ترینیداد و توباگو. حمله صهیونیست‌ها به دانش آموزان فلسطینی با گاز اشکاور. حمله انتحاری به یک مسجد در نیجریه 110 کشته و زخمی بر جای گذاشت. تخریب یک ساختمان متعلق به فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی. بانه در 18 روز اعتصاب، محاصره شهر و قطع اینترنت و برق. و ممانعت از سفر مولانا عبدالحمید به قطر. رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد که حکم اعدامش توسط دیوان عالی کشور تایید شده، روز سه‌شنبه برای طی کردن تشریفات قبل از اجرای حکم به قرنطینه زندان رفت. بستگان رامین حسین پناهی گفتند که قرار است فردا پنجشنبه حکم وی اجرا شود. به دنبال انتشار این خبر از سوی خانواده حسین پناهی، سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه فوری خواهان توقف روند اجرای این حکم شده است. در این اطلاعیه از قول فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا آمده است، حجم بی‌عدالتی صورت گرفته در پرونده رامین حسین پناهی از آغاز تا امروز نفسگیر بوده. گفته شده آثار شکنجه در زمان محاکمه بر بدن او مشهود بوده و او در محاکمه‌ای که کمتر از یک ساعت طول کشیده به اعدام محکوم شده است. عفو بین الملل تأکید کرده است که رامین حسین پناهی در طول دوران تحقیقات و بازجویی از دسترسی به وکیل و خانواده‌اش محروم بوده و اجازه دسترسی به مدارک و شواهد مطرح شده علیه خود را نیز نداشته است. به گفته فیلیپ لوتر، ماموران وزارت اطلاعات همچنین با اعمال فشار برای گرفتن اعترافات تلویزیونی در قبال وعده لغو حکم اعدام، عدالت را به سخره گرفتند. امتناع رامین حسین پناهی از دادن اعتراف به نگهداری طولانی مدت او در سلول‌های انفرادی منجر شده است. سازمان عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است مجموعه تکان دهنده نقض حقوق بشر در مورد رامین حسین پناهی را بیش از این سنگین نکنند و از ارتکاب تخلفی که غیر قابل جبران خواهد بود دست بکشند. حکم اعدام رامین حسین پناهی باید تا دیر نشده لغو شود. داستانی هلند در مورد پخش فیلمی اسلام ستیز توسط حزب راستگرای آزادی هلند که در کمپین‌های انتخاباتی پخش شد، حکم تبرئه این حزب را صادر کرد. حزب راست افراطی آزادی هلند با وجود تولید فیلمی علیه دین اسلام از طرف دادستانی این کشور تبرئه شد. دادستانی هلند با صدور بیانیه اعلام کرد فیلم تولید شده توسط حزب راستگرای آزادی دارای محتوای توهین‌آمیز نبوده و موجب گسترش خشونت و نفرت پراکنی علیه مسلمانان نخواهد شد. این فیلم در واقع علیه دین اسلام است، نه پیروانان. این موضوع در حالی است که مسلمانان هلند با واکنش به رأی دادستانی این کشور در مورد حزب راست افراطی آزادی، فیلم پخش شده را اهانت به دین اسلام و مسلمانان می‌دانند. یادآور می‌شود حزب راست افراطی آزادی هلند که رهبری آن را فردی اسلام ستیز به نام گرت وایلدرز بر عهده دارد، در ماه مارس سال جاری میلادی فیلمی کوتاه با عنوان اسلام مرگ بار است را در کمپین انتخاباتی برای طرفداران خود پخش کرده بود. بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که مسلمانان در جمهوری ترینیدا و توباگو نقش مهم و مستقیمی را در اقتصاد و سیاست این جامعه بر عهده دارند. مسلمانان در جمهوری ترینیداد و توباگو تنها 8% از ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند که بیشترشان از نژاد هندی هستند. اما این اقلیت 8% نقش بسزایی را در اقتصاد، فرهنگ و سیاست این جامعه ایفا می‌کنند. در این کشور 115 مسجد و 14 مرکز و مدرسه اسلامی وجود دارد که به فعالیت در زمینه آموزش و تبلیغ مفاهیم اسلامی می‌پردازند. همچنین دولت ترینیداد و توباگو
به جشنها و مراسم مذهبی مسلمانان به ویژه در ماه مبارک رمضان احترام می‌گذارد و روز عید فطر را به عنوان تعطیل رسمی اعلام کرده است. یادآور می‌شود جمهوری ترینیداد و توباگو کشوری متشکل از دو جزیره در دریای کارائیب واقع در شمال آمریکای جنوبی است. پایتخت آن پرت آو اسپاین است. این کشور تا سال 1962 جزو مستعمرات بریتانیا بوده و از آن پس توانسته استقلال خود را به دست آورد. تعدادی از دانش آموزان فلسطینی در یک از شهرهای این کشور بر اثر شلیک گاز اشکاور توسط اشغالگران صهیونیستی مسموم شدند. نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه از ورودی شمالی قلقیلیه واقع در جنوب کرانه باختری به این منطقه هجوم آوردند. نیروهای صهیونیستی همچنین با بستن ورودی‌های شهر قلقیلیه به منازل فلسطینیان یورش برده و برخی از آنان را بازداشت کردند. از اقدامات دیگر نظامیان صهیونیست در این شهر شلیک گازهای اشکاور بود که موجب مسمومیت تعدادی از دانش آموزان مدارس این شهر شده است. در حمله انتحاری به یکی از مساجد در شرق نیجریه دست کم 42 تن از نمازگزاران کشته و 68 تن دیگر نیز زخمی شدند. عثمان ابوبکر سخنگوی پلیس ایالت آداماوا واقع در شرق نیجریه اعلام کرد امروز دو عامل انتحاری هنگام اقامه نماز ظهر به یک مسجد در منطقه یانگواجو از توابع این استان حمله و خود را منفجر کرد که در اثر آن دست کم 42 تن کشته و 68 تن دیگر نیز مجروح شدند. وی همچنین با بیان اینکه مجروحان این حمله به بیمارستان منتقل شدند گفت نیروهای امنیتی به محل وقوع حادثه اعزام شده و تحقیقات در مورد این حادثه را آغاز کردند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما احتمال می‌رود که از سوی گروه تروریستی بوکو هارام که نفوذ زیادی در منطقه دارد صورت گرفته باشد. گفتنی است که گروه تروریستی بوکو هارام سال 2000 در نیجریه پرجمعیت ترین کشور آفریقا اعلام موجودیت کرد. اعمال خشونت آمیز این گروه تروریستی پس از مرگ محمد یوسف رهبر آن در سال 2009 در زندان شدت یافته است. هزاران نفر در نتیجه حملات گروه بوکو هارام در ایالت بورنو جان خود را از دست داده و صدها هزار نفر نیز ناچار به ترک خانه و کاشانه خود شدند. نظامیان قاسب صهیونیستی در قدس شرقی یک ساختمان متعلق به فلسطینیان را به بهانه ساخت و ساز بدون مجوز تخریب کردند. محمد ابوالهمس از اعضای کمیته دفاع منطقه عیساویه در قدس شرقی اعلام کرد نظامیان رژیم قاسب صهیونیستی با یورش به این منطقه با سه دستگاه بولدوزر یک ساختمان دارای 4 واحد آپارتمانی و 3 مغازه را به بهانه ساخت و ساز بدون مجوز ویران کردند. به گفته وی پلیس رژیم صهیونیستی در برخورد با فلسطینیانی که به تخریب ساختمان مذکور واکنش نشان دادند از گاز اشکاور استفاده کرده است. مقامات رژیم قاسب صهیونیستی هزاران فلسطینی در قدس شرقی را به تخریب خانه‌هایشان به بهانه ساخت غیر مجاز تهدید می‌کنند. به گفته فلسطینیان منطقه شهرداری‌های وابسته به دولت از صدور مجوز ساخت و ساز به آنها پرهیز می‌کنند که این اقدام بخشی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی برای ارعاب فلسطینیان و یهودی‌سازی منطقه است و هیچ مبنای قانونی ندارد. بازاریان و کسبه بانه در حالی که 18مین روز از اعتصاب خود را سپری می‌کنند، نیروهای امنیتی اقدام به محاصره کامل شهر و قطع اینترنت و در برخی از مناطق برق این شهر کردند. بازاریان و کسبه بانه امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت 97 یعنی 2 می 2018 اقدام به بستن مغازه ها نموده و امروز 18مین روز اعتصاب خود را سپری می کنند. گفته می شود بیش از 20 اتومبیل از نیروهای یگان ویژه از شهرهای مجاور بانه به این شهر اعزام و در نقاط مختلف شهر مستقر شدند. از سوی دیگر نهادهای امنیتی اقدام به قطع اینترنت در شهر بانه کرده و حتی در بخش‌هایی از بانه برق را نیز قطع کردند. همچنین در ورودی و خروجی‌های شهر اقدام به گذاشتن چندین نقطه ایست بازرسی کرده و تمام رفت و آمدها را کنترل می‌کند. با این حال و بنا به گزارشات رسیده مردم بانه همچنان در اعتصاب به سر برده و بر ادامه آن تا زمان محقق شدن خواسته‌هایشان اصرار دارند. مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که امروز طی سفری عازم قطر بود توسط نیروهای امنیتی از سفر وی ممانعت به عمل آمد.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان که صبح امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت برنامه سفر به دوحه پایتخت قطر داشتند، با ممانعت ماموران امنیتی از سفر باز ماند. نزدیکان این روحانی سرشناس اهل سنت گفتند ایشان به دعوت بلوچهای قطر قصد داشت که به این کشور سفر کند، که پس از ورود به تهران نیروهای امنیتی با وی تماس گرفته و از او خواستند به زاهدان برگردند. ماموران امنیتی به این روحانی بلوچ گفتند اگر به فرودگاه بروید مانع سفرتان می شویم، بهتر است نروید. امام جمعه اهل سنت زاهدان پیشتر نیز از سفر به کشورهای خارجی برای شرکت در کنفرانس‌های اسلامی که جزء مدعوین اصلی آن بود منع شده بود. در سالهای اخیر حتی اجازه سفر به مناطق اهل سنت ایران نیز به وی داده نشده. این موضوع تا جایی پیش رفته است که وی حتی اجازه سفر به منطقه بلوچنشین رمشک که پیشتر جزء بلوچستان بوده و در تقسیمات اخیر کشوری به کرمان افزوده شده نیز داده نشده. برخی منابع مولوی عبدالحمید را در حصر استانی دانستند. از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردید کمال تشکر و سپاس را دارم. شب و روز خوش، خدایا رو نگهدارتون.